تو این ویدیو میخوایم ببینیم نیروی هوایی ایران چه جنگنده ها و هواپیماهایی داره، از جنگنده های چند منظوره گرفته تا پشتیبانی و آموزشی به علاوه بالگرد ها. برای ساخت ویدیوها تایم زیادی صرف میشه، پس لطفاً یه لطفی بکنید و ویدیو رو لایک کنید. به طور مختصر بخوام بگم ریشه شکل گیری نیروی هوایی در ایران برمیگرده به دوره سلطنت احمدشاه قاجار که با کوشش نخست وزیر وقت رضاخان سردار سپه در سال 1303 نیروی هوایی شاهنشاهی ایران تأسیس شد. نیروی هوایی در دوره سلطنت محمد رضا شاه توسعه یافت و با انقلاب 57 اسمش به فرم کنونی تغییر یافت. همکنون بر پایه آمار غیر رسمی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران 345 فروند هواپیمای جنگنده در اختیار داره و به عنوان نهمین نیروی هوایی جهان شناخته میشه. جنگنده های چند منظوره. قبل از آشنایی با جنگنده های چند منظوره ایران بهتر بدونیم به چه جنگنده های چند منظوره میگن. در واقع به جنگنده هایی که توانایی انجام مأموریت های نظامی متنوعی رو دارن، مثل رهگیری، برتری هوایی، شناسایی و غیره، جنگنده چند منظوره گفته میشه. شماره 1 F-14 تامکت، کشور سازنده ایالات متحده آمریکا. جنگنده رهگیر و جنگنده برتری هوایی، جنگنده بال متحرک و احتمالاً معروف ترین جنگنده ایران. محمد رضا شاه پهلوی 80 فروند F-14 رو خریداری کرد که بجز اون یک فروند که آمریکا به ایران نداد، 19 فروندش دچار سانحه شد و الان ایران 60 فروند F-14 تامکت در اختیار داره. شماره 2 میگ 29، کشور سازنده روسیه. جنگنده برتری هوایی و جنگنده آموزشی، تعداد 23 فروند. شماره 3 میراج F-1، کشور سازنده فرانسه. جنگنده برتری هوایی، تعداد 9 فروند، گرفته شده از عراق. جنگنده های بمب افکن. شماره 1 چنگدو J7 یا F7، کشور سازنده چین، تعداد 17 فروند. این هواپیما توسط کمپانی چنگدو چین و بر اساس طراحی میگ 21 ساخته شده. در ایران هم هر از گاهی از اون با اسم میگ 21 یاد میشه. شماره 2 سائقه، کشور سازنده ایران، جنگنده پشتیبانی هوایی و بمب افکن سبک، تعداد 10 فروند. شماره 3 مکدانل داگلاس F-4 فانتو، کشور سازنده ایالات متحده آمریکا، جنگنده رهگیر و جنگنده تهاجمی، تعداد 50 فروند. شماره 4 نورثروپ F-5، کشور سازنده ایالات متحده آمریکا، جنگنده رهگیر، تعداد 75 فروند. بنابر گزارش های سایت های معتبر فقط تعداد کمی از این جنگنده به روز رسانی شدن و هنوز هم F-5 در ایران با همون مشخصات پرواز میکنه. شماره 5 کوسب، کشور سازنده ایران، با مفکن سبک و پشتیبانی هوایی در دو نوع تک کابینه و دو کابینه، تعداد 5 فروند. خط تولید این هواپیما در آبان ماه 1397 رونمایی شد. شماره 6 آذرخش، کشور سازنده ایران، تعداد 12 فروند. شماره 7 سوق 24، کشور سازنده روسیه، تعداد 33 فروند، بروز شده با سامانه دید در شب. جنگنده های گشت دریایی. شماره 1 P-3، کشور سازنده ایالات متحده آمریکا، تعداد 2 فروند. ایران کلاً 5 فروند P-3 از آمریکا خریداری کرد که 3 فروند اون سقوط کردند.
شماره 2 آنتونوف 140 کشور سازنده اوکراین تعداد 5 فروند هواپیماهای پشتیبانی و باربری شماره 1 بوئینگ 707 کشور سازنده ایالات متحده آمریکا از این هواپیما برای جابجایی اشخاص ویژه و تانکر سوختگیری هوایی استفاده میشه. تعداد 3 فروند. شماره 2 بوئینگ 747 کشور سازنده ایالات متحده آمریکا جابجایی اشخاص ویژه و باربری. شماره 3 داس فالکون 50 کشور سازنده فرانسه جابجایی اشخاص ویژه تعداد 3 فروند شماره 4 فوکر F-27 کشور سازنده هلند تعداد 10 فروند شماره 5 ER-76 کشور سازنده روسیه از این هواپیما برای جابجایی استفاده میشه تعداد 9 فروند ایران 13 فروند ER-76 که از عراق به ایران فرار کردن رو در اختیار گرفت که بین 4 تا 6 فروند اون سقوط کردند. شماره 6 لاکیت C-130 کشور سازنده ایالات متحده آمریکا. از این هواپیما برای حمل و نقل نظامی و جابجایی استفاده میشه تعداد 20 فروند ایران 40 فروند 330 داشت که بیش از نیمی از اون یا سقوط کردند یا به عنوان قطعات یدکی استفاده شدند. شماره 7 لاکیت جت استار کشور سازنده آمریکا از این هواپیما برای جابجایی اشخاص ویژه استفاده میشه تعداد 2 فروند که هر دو فروند به علت سن بالا از خدمت خارج شدند. شماره 8 PC-6 کشور سازنده سوئیس تعداد 13 فروند شماره 9 آنتونوف AN-74 کشور سازنده اوکراین تعداد 8 فروند شماره 10 Chiang-Wai-7 کشور سازنده چین تعداد 10 فروند که هر 10 فروند در حال خدمت هستند. هواپیماهای آموزشی شماره 1 FT-7 کشور سازنده چین تعداد 5 فروند شماره 2 هجر F3 کشور سازنده ایران تعداد 2 فروند شماره 3 دورنا کشور سازنده ایران تعداد هواپیمای آموزشی دورنا معلوم نیست و در مرحله تولید انبوه قرار داره. شماره 4 پرستو کشور سازنده ایران تعداد 12 فروند شماره 5 سیمور کشور سازنده ایران تعداد بیش از 5 فروند شماره 6 PC-7 کشور سازنده سوئیس تعداد 35 فروند شماره 7 سوکاتا تیوی کشور سازنده فرانسه تعداد 12 فروند شماره 8 MFI-17 کشور سازنده پاکستان تعداد 25 فروند شماره 9 لاکیت T-33 کشور سازنده آمریکا تعداد 7 فروند شماره 10 میگ 29 UB ساخت اتحاد جماهیر شوروی جنگنده میگ 29 آموزشی تعداد 5 فروند شماره 11 یاک 130 کشور سازنده روسیه تعداد نامعلوم بالگردها شماره 1 بوئینگ CH-47 ساخت ایالات متحده آمریکا تعداد 65 فروند
شماره 2 بل 214 ساخت آمریکا، تعداد 33 فروند. شماره 3 بل UH-1N ساخت آمریکا، تعداد 25 فروند. شماره 4 بل 206 ساخت آمریکا، تعداد 6 فروند. در این ویدیو ما سعی کردیم خیلی کوتاه و مختصر با هواپیماها و بالگردهای ایران آشنا بشیم. ممنونم که تا انتها همراه ما بودید. لطفاً لایک ویدیو رو بزنید، کانال ما رو هم سابسکرایب کنید. لطفاً نظرتون رو در مورد این ویدیو برامون کامنت کنید. توصیه می‌کنم این ویدیو رو هم از دست ندید.